ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش. مصرعی که با علیرضا می بودی در دلهای ما جا گرفت. حالا فکر کنید از توی استودیوی لندن بنده اومدم پرواز کردم در لس آنجلس، اونم نه تو استودیو، در منزل علی لیمونادی عزیز، دوست و همکار قدیم و ندیم، و در کنار علیرضا میبودی عزیزتر از همه عزیزان. درود میگم به علیرضای عزیز، درود به علی عزیزم. بله اینجا با هم دیگه نشست و گپ و گفت. ما از اول دلمون میخواست هفته یکی دو بار فرصت داشتیم برنامه‌مون رو با هم انجام میدیم. این کارم خواهیم کرد، حتما این کاری میکنم، جز برنامه ما هست. و من که اینجا بودم نشستیم صحبت میگو حال چه تو استودیو بدیم، میشینیم توی اتاق بله علی لیمونادی عزیز که خیلی هم محبت کرد و همینجا برنامه رو انجام میده. خب خوبه علیزاده، تشکر میکنم، شما خسته نباشی، خوش آمدی. برای همه کارات، برای همه همدلی ها و همراهی ها و واقعا میگم این برنامه هایی که ارائه کردی چندین موردش اصلا فوق العاده بود. همینجا بگم یه موردش با پیام با نوریالا، یعنی به نظر من چهره حقیقی نوریالا به عنوان یه شاعر منتقد و آدمی که در گذران این سالها شاهد تمام این رویدادهای فرهنگی و ادبی بود خیلی مهم بود. یعنی فکر میکنم نوریالا رو اون چهره گم شده رو باز آوردی و دوباره نوریالا بر اریکه قدرتش نشست و بازگو کرد اون رویدادهایی رو که از روزگار نوجوانی شاهدش بود. یا خانم الستی، این کاری که شما کردید فوق العاده بود به نظر. تشکر میکنم دکتر روزاده عزیزم. فکر کنم که قبل از هرچه از مصر شروع بکنیم. فکر کنم خیلی مهمه، چون اتفاق حادثه خیلی مهمه. شما اینجا میزبانید در تاریخ خاورمیانه. روی هم چه احساسی دارید؟ ببینید آقای میگودی، من داشتم به آقای لیمونادی میگفتم، گفتم تصور کن ما در جریان انقلاب یه افسر مثل سیسی داشتیم. درست. خب یه افسر مثل سیسی داشت، آدمای لایقی داشتیم، با شخصیت داشتیم که بعضا جانشون رو دادن، مثل رحیمی، خسروداد، جهانبانی، اینا بودن، که امینی افشار و خیلی های دیگه. ولی به خاطر اینکه اینا اتوریتی استفاده از اون قدرت رو نداشتن نتونستن کاری بکنن. ولی در مصر یه افسر که از جانب آقای مرسی انتخاب شد، اووردش که جنرال طنطاوی رو کنار بزنه که رئیس ستاد بود و وزیر دفاع و بعد رئیس دولت موقت، او رو کنار بزنه، ولی خود این آدم چون به اون اصول و مبانی چیزی به نام امت مصر اعتقاد داشت، اونجا که حس کرد 30 میلیون مصری میگن آقا اینو نمیخواد، این داره، ما اشتباه کردیم، ملت ایران هم گفت ما خطا کردیم، ولی کی بود صداشو بشنن؟ ولی اونجا این گفت ما اشتباه کردیم و آقای سیسی پاشد اومد در عرض 24 ساعت کار تمام، این دکون اخوان المسلمین رو جمع کرد. خیلی کار بزرگی بود، کار بود، و ملت مصر هم پاداش شد، دادن 24 میلیون نفر بهش رأی دادن. حالا آمریکایی‌ها اصلا نگرانی میکنن از حوادث مصر از این پس، شما همین اندازه نگرانی؟ نه من اصلا نیستم. اولا من ایسی براتون بگم آقای میبودی، جبروت اخوان المسلمین شکست. چکر. یکی این که مرسی در این مدت یک ساله موفق شد اخوان المسلمین رو کوچیک کنه، تبدیلشون، یعنی تبدیلشون به یه گروه تروریستی که اصلا مصلحت مصر براشون مهم نیست، فقط خودشون. و بعد وقتی 23 4 میلیون نفر به یه نفر رأی میدن، آقای مرسی نصف ایشون رأی آورد شد رئیس جمهور. پس این آدم از پایگاه مردمی برخوردار. 14 میلیون بود ها؟ 14 میلیون بود، ولی این 23 میلیون رأی. بله درست. خب 14 میلیون اون 23 میلیونی. ولی الان در نظر بگیرید که آقای رئیس جمهوری جدید مصر دعای خیر ملت، حمایت ملت پشت سرش شد. کشورهای قدرتمندی مثل عربستان سعودی، امارات، کویت با تمام وجود پشت سرش شد. دوباره دیروز امارات اعلام کرد وزیر خارجش که ما با تمام قدرت پشت مصر. سعودی ها نزدیک 7-8 میلیارد کمک کردن. به من زیگه آمریکا شروع کرد نکزدن، اونا کمک کردن. و مصری ها الان امیدشون اینه که
امنیت به کشور برگرده. مردم مثلا تو کوچه و بازار دنبال دموکراسی نیستن. نیستن. توریست دنبال اینه دوباره هتل قاهره پر بشه، بازار خان خلیلی پر بشه، شرم الشیخ پر بشه، دنبال اینن. و سیسی قادر این کارو بکنه. پدر و پدرجدش و اینا نجار بودن دیگه. بله. نجار بودن تو همون محله بولاق تو اون قسمت قدیمی شهر. قدیمه. بله و جمالیه. بله جاهای اون کوچه پس کوچه‌هایی که بله شما. بله. و ولی این آدم یه آدم لایقی بوده که اومده و در سندهرس درس خونده، بعد آمریکا رفته دوره دیده و انگلیس هم بوده. بله انگلیس سندهرس بوده. و ببینید افسرهای ما داشتیم، من وقتی نگاه میکنم همون نادر جهانبانی، افسرهای مثل این خسرودادینا که همین دوره های عالی رو دیده بودن. منتها به نظر من یه اشکالی که تو ایران وجود داشت، چون ارتش تبدیل شد بود به ارتش شاهنشاهی، فقط یک نفر تصمیم گیرنده بود، این افسرها اون قدرت ذاتیشون مجال ظهور پیدا نمیکرد. یکی هم که مثل ارتش با جمع میشد تو ذوقش میخورد و کنار زده میشد. اینه که اینا نتونستن تصمیم بگیرن و تصمیم بزرگشون این بود که سند بیطرفی ارتش. بیطرفی در برابر چی؟ نخست وزیر قانونی نشسته سوگند به مشروط هم ادا کرده. دقیقاً. در بین اون آقای خمینی و بختیار شما نمیتونید بیطرف باشید. کاملا. مثلا برای اینکه دکتر نوری‌زاده عزیز، سهم روشنفکران، هنرمندان و روزنامه نگاران بزرگ مصر رو نباید فراموش کرد. در این مقاومت و ایستادگی و هشدارهای لازم به مردم که نکنید، سرنوشت ایران در انتظار ماست نیست؟ اصلا روزنامه نگاران مصری برای من انقدر بزرگ شدن که حد نداره. یعنی نقشی که روزنامه ها داشتن، یه روزنامه است یوم و صابه روز اول، اصلا کاری که اینا کردن از روز اول حقوق بازی های اخوان المسلمین رو تمام رو کرد. بعد تلویزیون ها، حتی تلویزیون های دولتی، تلویزیون های خصوصی که چه نقش مهمی داشت. هنرمندار میگه این عادل امام رسما با وجودی که زمان مرسی نزدیک بود جونش رو از دست داد، بیرون اومد واسا یسرا، خانم یسرا، بله، اون ابشه زیبا اومد تو صف ایستاده بود رأی میداد و خالب. حرف زدنش آدم هضم میکنه. یا نبی حکیم، اون ابشه بزرگ سینما چقدر زیبا شد. واقعا هنرمندا و روشنفکرای مصری، یعنی خلاف روش، یعنی کاری که کردن خلاف ما بود. درست، خلاف ما بود. خلاف ما بود. واقعا یادم نمیره آقای میبودی، یه روزی اومدم تو روزنامه اطلاعات، آقای خمینی دو سه روز بود برگشتیم. خب. بعد یه تیتر بزرگ بود مال آقای خمینی، من با آقای دکتر بختیار صحبت کردم، یه تیتر بزرگم زدم اینجا. سه چهار نفر از همین روزنامه نگاران روشنفکر ما که چند بودن، داد و بیداد تو روزنامه، به چه حقی شما بختیار خائن نوکر بی اختیار رو گذاشتید کنار آقای خمینی و سر این دعوا میکردن. و بعد وقتی حرفای دکتر سنجابی یا اعلامیه جبهه ملی که این بار خورشید داره از مغرب طلوع میکنه، آخه ببینید، یعنی آدم اینا رو میبینه، یک نفر از روزنامه‌نگاران مصری، حتی اونی که طرفدار مرسی بود، چنین چیزی ننوشت. کاملا درست. زنای مصر هم که واقعا الحق سهبم. این اخیراً یه جنجالی دوباره به پا کرده آقای مسعودی کیمیایی، دوست جناب عالی، بر سر مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد، اینکه زنی وجود نداشته فروغ رو شستشو بده، غسل بده، ما دست بالا زدیم و صیغه خاربرداری خوندیم و این کار رو انجام. آخه اصلا من چرا مسعود چرا همچی چیزی رو میگه؟ ببینید، یا صحبت دوستی با صادق هدایت یا از این، آخه من نمیدونم، مسعود نیازی به این نداره. او به عنوان یه فیلمساز یه جایگاه ویژه‌ای داره بر خودش. سینمایی که اوورد همچنان سینمای اوست، در همه فیلماش هم اون خط و ربط رو میبینیم. لزومی نداره راجع به ارتباطش با فروغ بگه. ببینید، احمدرضا احمدی که درود بهش میفرستم، یه آدم فرزانه و نازنین، واقعا درود، احمدرضا احمدی اگه بیاد بگه راجع به فروغ حق داره. اونجا بوده، اون روزم بوده، محمد علی سپانلو حق داره بیاد بگه. یعنی اینا کسایی که دوستان فروغ بودن، آقای ابراهیم گلستان بیاد بگه حق داره. ولی اصلا مسعودی کیمیایی در اون زمانم جزو این مجموعه جای نداشت.
یعنی یادم فریدون مویزی مقدم، دکتر نوریالا، سپانلو، بیزایی، اینا بچه هایی بودن که با هم توی داروفرو بودن، بعدم با هم تشکیل مجله رو داد و مجله شعر و غیر و اینا. ولی آقای کیمیایی هنوز وارد این جمع نشد. گویا 19 سالش بود. بله، آخه چجوری مثلا تو اون جمع بزرگی که اونجا بودن، سیاوش کسروایی که سالش بود. نکنه توهم شده. نمیدونم. یا فراموشی ممکنه. ممکنه. یعنی کیمیایی یعنی خیلی معصومانه ممکنه این حرفا رو زده باشه. یه حرفای گاهی مسعود میزنه که من باورم نمیشه. یادم میاد اون مسعودی که بیگانه بیا رو ساخت و خونهشون خیابون قدیم شمرون شهناز دورسه بود، میرفتیم پیشش، پدر نازنین داشت، خواهرش هم خانم نازنینی بود و مسعود خب یه گیتاری گاهی میزد، شعری میخوند، ولی این که بیاد بگه مثلا اینقدر نزدیک بوده که فروغ رو بره بشوره قصد بده، نه نه. پوران فرخزاد هم صحبت های که اتفاقا اسم شما رو آورده بله. تو شما نبودی؟ نبودم، منم نبودم. آلمان نخیر. بودی شما؟ بله بله، مقصر نبودم. شما آلمان بودی؟ سن ما اختزا نمی کرد. بله بله، مثلا فکر بنام موقع زمان شما 16 سال تو درسته؟ بله بله، 16 سال تو بله 16 سال بود و یادم روز تشییع جنازه فروغ و متا میگم ما هنوز کسی نبودیم، نبوده حداقل جوونی که گاهی شعرش چاپ میشد. ولی این که آقای کیمیا بگه من رفتم غسل دادم فروغ رو، این دیگه حالا قرار شد که آقای دکتر نوریالا عین ماجرا رو در تلویزیون ایران فردا خواهد گفت به تفصیل در این زمینه، یعنی مشکلی. خب دکتر نوریزاده عزیز، اخیراً جنبش نهضتی درست، یعنی دو جنبش که به نظرم خیلی مهمه، یکی جنبش بخشش، عفو، بخشش، اغماز و کار خانم حسین‌زاده شروع کرد، تا به حال 500 خانواده بله محکومان به اعدام رو بخشودن. جالب یه چیزش فکر کنم روزنامه ابتکار بود پریروز، بخشش بدون دریافت دیه ادامه داد. خیلی مهمه، یعنی مردم حاضر نیستن پول بگیرن، خانواده ها دیه ای قبول نمی کنن. خود این به معنای نفی اصلا قانون قصاص دیگه نیست. این شکلی دیه گرفتن مد شده بود، یه مد شده دیگه. یعنی طرف حالا روی قتل غیر عمد چیزی بود، بعد می اومدن یقش میگفتن آقا دیه بده و این اسباب مشکل شده بود. یعنی مبالغ کلان، نم 500 میلیون از 1 میلیارد، ولی الان این بانوی نازنین نوری که اومد و این کار عظیم رو کرد، به نام خودش ثبت کرد تاریخ، این موج رو راه انداخت دیگه. خیلی زیباست، 500 خانواده، خیلی زیباست آقای میبودی. ببینید این رژیم از روز اول تمام تلاشش این بود یه ملتی رو که اون سابقه تاریخی رو داره، ملتی رو که پادشاهش میره در بابل یهودیان رو آزاد میکنه، برمیگردونه به سرزمینشون، ملتی که همیشه این بخشایش رو نسبت به اقوام مغلوب داشته، اینا داشتن تبدیل میکنن به یه ملت خشن، خشن آدمکش که لذت میبره، بچهشو میبره صبح مراسم اعدام تماشو. این موج بخشش به نظر من یک موج بزرگ تحول فکری نیست، خیلی تاریخ و به نظرم کارساز، یعنی برای آینده ایران که خیلی کارساز. فکر کنید که مردمانی که صبح میرفتن کله پاچه میخوردن مراسم اعدام نگاه میکردن، حالا میرن با شعار شفاعت، شفاعت، بخشش، بخشش. و جالبه که مراسم اعدام رو تبدیل میکنن به فستیوال خنده و روبوسی و عشق و محبت و تشکر از خانواده مقتول و این فوق‌العاده است. نکته بعدی، این جنبش آزادی های یواشکی، خب به نظرم اون شاید اوائل درستی آزاد، ولی وقتی آزادی دیگه اینقدر عیان آشکار میشه، من تصور میکنم که صفت یواشکی خیلی مذموم اصلا. بله بله، اولش قضیه رو کوچیک میکنه. بله، اولش خب شاید یک مناسبتی بود که اینو بگیم، ولی وقتی بانوی ایرانی اینقدر شجاعه که میره جلوی دانشگاه آزاد میسته، چادرش رو برمیداره و چهرش هم پیداست، این آقای فرمانده نیروی انتظامی تهران که میگه ما این جوان ها رو رفتیم 6 ساعت شناسایی کردیم، خب اون خانم هم میتونه شناسایی کنه، ولی براش مهم نیست. و همین که مردم این حجاب رو برداشتن، حجاب اجباری رو، نمادی از یک مقاومت ملی میدونن، خیلی جالب به نظر من، یعنی اصلا ارزش فوق العاده ای داره. و من دارم فکر میکنم ما مردم داریم همجور که میدیم جلو ارزش کارهای نمادین رو داریم بهتر میفهمیم.
یعنی یه روز اگه یه زنی چادرشو برمیداشت همه با حیرت بهش نگاه میکردن، الان متحسن نیم. متحسن دقیقا همین. آفرین. الان آفرین. بسیار درسته، بسیار درسته. خب ما الان تمام عناصر لازم برای تغییر بزرگ رو در اختیار داریم. جنبش خشونت زدایی، خشونت گریزی که سراسر ایران رو گرفته در این شکی نیست. این جنبش همین آزادی های یواشکی تبدیل شده و آزادی های علنی و آشکار و بی باهمه و ترس، این دو مضاف بر این که زمزمه هایی هم شروع شده از این که آقا روحانیت قادر به اداره کشور نیست و ایشون آخرینه، حسن روحانی آخرین شخص هست که ممکنه بر پایه انتخابات. فکر کنید مانع پس چیه؟ همه چیز فراهمه، این سفره پهنه، همه چیزهای لازم هم در سفره موجوده، چیزهایی که لازم برای برگردنش. میگم چه اتفاقی، چی قراره بیفته، چه مانعی یا چه سدی وجود داره که سفره رو فرمودید؟ اینجوری حساب بکنیم که معمولا در این هتل‌های بزرگ اتفاقا من خودم شاهد بودم، صبحانه که شما میرید میخورید یه قسمتی از یه آشپزی ایستاده فقط نیمرو درست میکنه بنا به سفارش های مخصوص. سفید مثلا میگین درست کن، فقط سفیده ای تورمه با سبزی با نمیدونم انواع مختلف سبزیجات انتخاب. خب حالا شما فکر کنید شما رفتید اونجا، انواع این مواد هم هست، یک دونه مایتاب هم هست که این مواد رو میریزید توش. حالا کی بپزه؟ اون مسئله پختنشه. کی بیاد این ترکیب رو سر موقع بس آشپز نداره. ما الان مشکل ما این میبینیم دو تا چیزه. مشکل اولمون اینه که اتفاقاتی که در سوریه و عراق و در کنار ما افغانستان نو این مقدار مردم وحشت زده کرده از اینکه مبادا فردا سیاه‌تر از امروز باشه. خب حالا گرونی بدبختی آخوندان فلان، ولی اگه فردا دیگه زن من نتونست تو خیابون بره چی؟ درست. این یه مسئله است که به نظر من عامل سوریه به خصوص خیلی لطمه زده. درست. یا در عراق اگه آمریکا درست عمل کرده بود و دموکراسی عراق که در خیلی زمین‌ها هست الان ولی در زمین‌های دیگه نیست با امنیت با هم تلفیق پیدا میکرد، اون وقت مردم تردید نمیکردن. نکته دوم، مردم واقعا از اپوزیسیون دیگه خسته شد. خسته شد. یعنی کسانی که به عنوان، خب فکر کنیم یه عده در صحنه اپوزیسیون 35 سال این حرفا رو تکرار میکنن، خسته شدن مردم. درست. مردم شعار تازه میخوان، آدمای تازه میخوان و این خیلی مسئله مهمه که اپوزیسیون ما اونایی که دیگه رسیدن به کهولت به سنی رسیدن دیگه حرف تازه ندارن واقعا این 2-4% مد امدادی این چوبو بدن دست نسل بعدی، حالا اگه تربیت نکردن حداقل بزن نسل بعدی بیاد آزمایش بکنه و این به نظر من خیلی مسئله مهمه. ولی من سرنوشت مردم ایران رو سرنوشت خوبی میدونم، سرنوشت شومی نمیدونم. نه دیگه نه. من اعتقاد دارم آنچه در مصر درس بسیار خوبی برای ما بود و حتی آنچه در سوریه گذشت، این که ما تکیه به آمریکا نکنیم، ما بر قدرت خود باید تکیه بکنیم، ما باید حواسمون جمع باشه و بالاخره نسل جوان ما هم به تنگ آمدن و اینا نمیشینن، بلند خواهند شد. آرزو بکنیم فقط در هنگام برخواستن اینا یک مجموعه خردمند مسئولیت پذیر به عنوان مرشد یا راهنمای این اپوزیسیون داشته باشه. در تایلند کودتای نظامی میشه، پیش از اون در برمه بوده. ولی در برمه خب جهان نشون داد که اصلا نمیتونه تحمل بکنه ادامه این حکومت. ولی وقت در تایلند کودتا شد کسی معترض نشد، چون پادشاه تایلند هم پذیرفت اینا رو تایید کرد و تموم شد رفت. در مصر کودتای نظامی شده بدون که واکنش منفی داشته باشه، برعکس خمم حمایت کرد، حتی جهان آزاد. امروز اتحادیه اروپا گزارشی منتشر کرد از بازرسانش، میگن انتخابات فوق‌العاده درست انجام شده در کمال، در نهایت امانت. خود آقای سبایی هم که گویا آدم خیلی باش شخصیت چپه، خودش پذیرفت آقا، تبریک هم گفت، بله گفت اشتباهات کوچکی در انتخابات رخ داده ولی غیر قابل تاثیرگذار نبوده، در نتیجه من شکستم رو میپذیرم. نکنه کشورهای بزرگ دیگه تقریبا راه حل‌های در
مثلا از قبیل شورش و قیام مردم و قیام عمومی رو بعد از ماجرای سوریه کنار گذاشتن به عنوان برنامه ریزی و میگن کودتا هم بد راهی نیست. بله ببینید یه وقتی بود در آغاز یعنی که کم هزینه تر از همه، در آغاز قرن جدید حتی سازمان ملل موضع گرفت که رژیم های کودتایی رو به رسمیت نمیشناسیم. درسته، خیلی شدید دقیقا اتحادیه آفریقا مثلا دقیقا درسته رژیم های کودتایی رو، ولی بعد دیدن که خب در برابر اون حکومتی که به ظاهر با دموکراسی با بالوت باکس با رأی مردم اومده ولی داره مردم رو سرکوب میکنه، داره ایدئولوژی رو جایگزین میکنه، چه راه دیگه مونده؟ در کشورهایی که ارتش منسجم قدرتمند دارن مثل پاکستان، مثل مصر، مثل ترکیه، در اینجاها اگر ارتش مداخله بکنه به منزله نیست که یه حکومت سرکوبگر نظامی میاد اونجا برقرار میشه، ولی در بعضی از کشورهای آفریقایی و غیره این مشکل است. در تایلند که شما گفتید ارتشی ها که اومدن نه کسی رو اعدام میخوان بکنن، خانم نخست وزیری که اعتبارش رو از دست داده چند روز قبل ناچار به استعفا شده، ارتش مهلت میده به سیاستمداران آقا نذارید کشور به هرج و مرج کشته بشه، سیاستمدارا شکست میخورن، ارتش میاد و مردم حمایتش میکنه. این تفاوت داره. درست. و اینکه شما میگید در یک معنای کلی درسته، یعنی هزینه یک انقلاب اون چه سوریه به ما داد 150,000 کشته، ویرانی یک کشور. حالا اگر همون روز اول یکی از این افسرا آقای بشار رو سردگون میکرد و ایشون میرفت روسیه، سوریه اینقدر هزینه نمیداد، یک سال هم انتخابات برگزار میشد مثل مصر. بنابراین میخوام بگم بله حرف شما کاملا فکر نمی‌کنید بعدش نوبل لیبی باشه به همین ترتیب مصر. لیبی که الان شده. شده. الان شده. نسخه مصر. بله هفتر اومده تو کار. آره. مردم شدیداً حمایتش میکنن و اسمش رو گذاشتن جنبش کرامت. کرامت. کرامت ما رو میخواد برگردونه و دشمنم کیه؟ اخوان مسلمین. و همین گروه های تروریستی اسلامی هستن. درست. حالا میخوام ببینم که آیا آدم شایسته به احتکافی در سپاه وجود داره؟ شایسته میهن پرستی که منافع ایران رو تشخیص بده شبیه این گروه های نوخاست و نوکیسه ای نباشه؟ ایرانی آدم بازوقیه، آدم با تجربهیه، آدمیست قابلیت های خودشو نشون میده. سپاه تو جنگ واقعا قابلیت نشون داد، واقعا نشون داد در کنار ارتش. من مثلا در انتخابات ریاست جمهوری که بود اعتقاد داشتم آقای قالیباف 100 برابر بهتر از آقای روحانی بود، برای که قالیباف یه ویژن داشت، یه تصور داشت، گفت من رضاخان اسلامی ام و همین جمله در واقع ترتیب کارش درست و در کارش هم می‌بینیم تو شهرداری چه تحولی ایجاد کرده. خب آدمای لایق هستن در سپاه، حتما هستن، بچه‌هایی که دافوس دیدن، دوره عالی ستاد دیدن، بعضن در روسیه یا چین رفتن در خارج درس خوندن و اینا توشون حتما هست آدم قابل و حتما آدمایی هستن که نگرانن برای فردای وطنشون، نگرانن. یه عده‌ام خوب داریم توپچی که صبح تا شب نشستن آمریکا رو نابود می‌کنیم و از این. ولی به نظر میسه اینا فریادها آخرشونه، یعنی تقلاهای آخر. یعنی مثلا این الان نرمشی که نشون داده میشه در مورد کشف حجاب که دیگه علنی است دیگه، واقعا نشون میده که یک بسیر در ایران یا جامعه ما طی میکنه که تش سکولاریسمه. یعنی هر قدرتی هم بیاد سر کار باید اول قول بده که حتما یک نظام سکولار رو در ایران برسر کار فکر کنید آقای مصباح یزدی و امثال هم یا آقای احمد خاتمی اینا حکومت روحانی رو سکولار میدونه. یعنی میخوام بگم ببینید یعنی سکولاریسم شده الان یه واقعیت تو جامعه ما. حتی روحانی متهم به اینه که سکولاریسم رو داره ترویج میکنه. پس همونطور که شما گفتید تردید نیست، هر حکومتی در آینده ایران بیاد باید مقوله جدای دین از دولت رو تکلیفش رو روشن کنه. مردم ما دیگه آخوندی نمیخوان که بخواد از همینجا براش غرفه در بهشت رزرو کنه و بابت این تو سرش بزنه، خمس و زکات ازش بگیره، بگه زن تو با چادر ببردم دارم خودت ریش بذار. و ملت ما نیاز داره به یک جنبش ضد زشتی. اینا دشمن زیبایی هن. دشمن زیبایی هن. شما میدید همین کاری که با خانم لیلا آتمی کردن.
این دختر اسباب افتخار ملت، واقعا اسباب اون فرهنگش، اون فرانسه حرف زدنش، دقیقاً اون منرش، اون منشش، دقیقاً و اون وقت اینا میان باهاش چیکار میکنن؟ اجازه بده علیرضای عزیزم ما یه درنگ کوتاهی بکنیم، بگنیم حتماً گوش بدیم و بعد بحث شیرین و علیرضا ادامه بدیم. بله ممنون. درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم. همونطور که گفتم در خدمت علیرضا میبودی نازنین هستیم در منزل آقای لیمونادی. یه برنامه ویژه‌ای شد به هر حال، حرف‌ها و درد دل‌های بسیار داشتیم که باید روبرو هم می‌شستیم و بهش اشاره می‌کردیم. علیرضا عزیزم، در واقع آخرین بحثی که داشتیم اشاره می‌کردیم راجع به همین تحولاتی بود که تو جامعه به وجود اومده و اینکه کسانی که راهبران فکری جامعه هستن، هنرمند، ورزشکار، استاد، روزنامه‌نگار، اینا در واقع تأثیرشون خیلی زیاده. اگر متوجه نقش خودشون باشن و همونجور که در مصر دیدیم این رو در جامعه ایران هم بیدیم. مثلا خانم لیلا حاتمی وقتی که رژیم این رفتار زشت رو با او کرد، ما دیدیم کسی مثل کیومرث پوراحمد اومد ایستاد، ولی قبلا اینجوری نبود. تنها میمونده، خیلی بد بود. فاطمه معتمداری یادم هست وقتی که ممنوع بازی شد، وقتی این همه مشکل براش درست کردن، سفرم رفتن به کانادا با همسرش، خود آقای طهماس، ولی عکس العمل تقریبا صفر رو چیزی ندیدیم. جعفر پناهی، جعفر پناهی یا محمد قبادی، بله. اگر در همزمان تمام هنرمندان ما اعتراض کردن، کنار اونها ایستادن، احساس تنهایی نمی کردن که مشکل برطرف می شد، دیگه نمی اجخاف نمی شد. یا آقای نوریزاده وقتی که قرار شد که زنها در استادیومی های ورزشی حضور نداشته باشن، اگه بچه های ما، جوان های ما، بازیکن های ما، فوتبالیست های ما پشت استادیوم ها میمودن میگفتن بازی نمی کنیم، تا زمانی که مادران و خواهران ما در استادیوم ها باشن، اما چنین وضعی پیش نمی اومد. نه واقعا بدون اگر اگر آقای علی دایی قهرمان من، آقای باقری، اینا دوستان مردم عاشقشون هم هستن، آقای نکونام، اینا میستدن بیرون استادیوم میگفتن ما نمیریم، نه کسی میکشتشون، نه کسی بهشون لطمه میزد. ما متاسفانه یه جاهای آقای میبودی مصلحت خیش رو بر مصلحت جامعه و جامعه‌ای که بهش تعلق داریم ارجحیت میدیم. شما همین مسئله سینما رو اجازه بدید من با نهایت اندوه بگم، وقتی جعفر پناهی رو ریختن تو خونش و اون رفتار زشت رو باش کردن، یا بهمن قبادی رو، همکارانشون رفتن تو فستیوال فجر شرکت کردن، جایزه هم گرفتن. و اون به نظر من دردناکه که یا محیط ورزشی ما، امروز ورزش تو جامعه ما حرف اول رو میزنه، این همه تماشاگر، این همه علاقه من به ورزش‌های مختلف، فقط فوتبال نیست، کشتی فرنگی رو اخیراً دیدید، مسابقات حتی از هاکی، اسکی، در هر رشته ما نگاه میکنیم ایران الان بچه‌های خیلی خوبی ده. اگر این محیط ورزشی یک صدا میشد وقتی ظلمی به یه ورزشکار صورت میگیره، اینجوری نمیشد. فردین یادتونه آقای مردم؟ فردین چقدر غریبانه بود. فردین در عزلت و انزوا و اون مرد بزرگ آهو در بیبسته تا صبح و نمیخوابیده، گفت هر روز کسی نگفت، هیچ کس اعتراض نکرد، هیچ کس ازتون رو دعوت کنه به بازی در سینما، و اگر خب اونا رد میکردن که بقیه هنرمندان پشت سرش میسودن که و اینجوری نمیره با دنیا بدا نمیکرد که برگرده به محبوب. اون حرفایی که زد سر تشییع جنازه تابش که ما هر روز مرگو داریم میبینیم، یاد برای زنده موندن آدم باید اینقدر حقارت بکشه. و من میخوام بگم مثلا ایرج قادری، زنده یاد ایرج قادری، اومد چه زجری کشید تا تونست به عنوان کارگردان مجوز بگیره، بعد یه دو صحنه خودش ظاهر بشه. میخوام بگم چرا اینا گناهشون چی بوده که باید جامعه ما اون وقت بی‌اعتنا باشه به سرنوشتشون؟ جامعه ما باید به سرنوشت اینا اعتنا بکنه، توجه داشته باشه. فلان روزنامه نگار، شما الان فکر کنید ما روزنامه نگاران برجسته‌ای مثل احمد احرار داریم، استاد این کار که واقعا یکی از بهترین سردبیراست، صدرالدین الهی رو داریم، یعنی واقعا اینا رو آدم نگاه بکنه. علی میرفردوس، بله، جامعه چیکار کرده برای حمایت از اینا؟ چیکار کرده؟ هیچ. یعنی الان کسی سراغ احرار میره؟ از روزی که کیان لندن تعطیل شده چند نفر به احرار زنگ میزنن حالشو بپرسن؟
چند نفر الان سراغ دکتر الهی که پایه‌گذار روزنامه‌نگاری مدرن تو ایران، اون دانشکده ارتباطات، علوم ارتباطات، چه شاگردهایی تربیت کرد؟ به خدا آقای نوری‌زاده، وقتی این دستاورد رو فراورده علی دهباشی می‌بینم در تهران بخارا، حیرت واقعا یعنی کاری وزارتخونه واقعا دولت یه نفر آدم که بتونه این همه شخصیت عاشق فرهنگ ایران رو که نه در ایران، در زیر شخص فرهنگ این مملکت در تمام دنیا تاجیکستان تمام شده زیر یک چادر، زیر یک سقف و آثار اونها رو منتشر و درون و ویژن‌نامه‌ای که میده بیرون، همین باستانی پاریزی که داده بود فوق‌العاده بود. بله بله، همون روز که شما اشاره میکردید من داشتم برنامه رو میدیدم و واقعا دهباشی به نظر من هیچ وقت یادم نمیره، کتاب فروش دورگرد بود جلوی دانشگاه، کتاب میفروخت جلوی دانشگاه. بله، و همونجا این با عشقش شروع کرد بعضی کتابا رو منتشر کردن. بعد رفت و این آدم تو زندگیش وقتی من نگاه میکنم فوق العاده. یه دکتر متینی خودمون چند ساله الان چند سال چقدر زحمت میکشه به لطف محمود خیامی عزیز این ایران شناسی در میاد و این پایداری آدمایی که اونجا هستن. پیروزا میدیدم آقای میبودی که در شهر کتاب، آقای مهدی فیروزان نازنین انسانی که از بچه‌هایی که با من بزرگ شده، مهدی فیروزان خواهرزاده ما موسی صدره و دامادش، هم خواهرزادش هم دامادش. بله خب، و این کتاب فروشی شهر کتاب رو باز کرده در ایران که یه چیز عظیمی شده و یه کافی شاپ داره، میرن اونجا کتاب میخونه. مراسمی در بزرگداشت استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی برپا کرده و همه بودن، آقای کمال خرازی بود، آقای حداد عادل رفته بودن، وزیر ارشاد هم پیامی داده بود، البته ستایش کرده بود از دکتر مهدوی دامغانی، ولی کسی اونجا نگفته بود اگر این شخصیت اینقدر بزرگه که مورد ستایشه، چرا یه سال نیم زندانش بردید؟ چرا در تبعید؟ چرا آزارش دارید؟ چرا در تبعید؟ چرا چراغ ما نباید در خانه خودمون بسوزه؟ باید هاروارد رو روشن کنه نه ایران رو. چرا مادر او باید در باغچه خانهشون دفن بشه در مشهد؟ نخیر، چرا باید مادر این بزرگوار که زن من میشناسمشون فرهیخته و بزرگوار در دکتر مهدوی مثل پدر منه، او و پدر من از بچگی با هم بزرگ شدن، او پدرم ادب عرب نداریم نظیر نظیر، یعنی دکتر مهدوی دامغانی شاید 100,000 بیت شعر عربی از قصائد بلند شاعران بزرگ جاهلی تمام و حفظه و استاد این کتابی که ایشون نوشت در رابطه با شهربانو دختری یزدگرد. اولا چقدر زیبا نوشت، شاهزاده، شاهدخت، شهربانو، دخت یزدگرد، پادشاه بزرگ ساسانی، خیلی زیبا این و نوشته ها نسلش، نسلی که دیگه کمتر نسل فروزانفر و مهدوی دامغانی و اینا دیگه کم. خب چرا باید این مرد در این سن و سال امروز پاش بین دو تا شهر در هفته سه بار با هواپیما بره که بره اونجا درس بده؟ اون وقت دانشجو توی ایران لعلر میزنن بره. اجازه دارم یه نفر من صدا کرد، من این بر بودم استاده بودم، بعدم پیرمردی داره به طرف من میاد، بعد به من نزدیک شد، متوجه شدم آقای دامغان من رو بغل کرد و های های گریه میکرد. همیشه مدت پیش مرد واقعا بزرگی است، دو شخصیتی که اسعد نظامی داریم، بله، ادب عرب اصلا بی‌نظیره، بله، تو عربستان هم تدریس می‌کنه، بله بله، دانشگاه درس دادم، بله، الان فکر کنم در ایالات متحده آمریکا باشن. اینا شخصیت‌های واقعا بی‌نظیره، وقت باید در تبعید زندگی، بله، خیلی درد اجازه نشون به مملکت خودش نه، حتی براش بزرگداش می‌گیرن بعد در کشور خودش نباید بیاد، نباید. و اینا تلخ و دردناکه. از این به بعد نباید ما بذاریم کسی تنها بمونه با درد خودش خو کنه و مأنوس بشه. دقیقاً. باشه بی حضور داشت. ببینید در مورد باهائیت امروز کدام روشن فکر بزرگی سراغ دارید که در میدان نباشه؟ بله درسته. از نوریزاد بگیرید، محمد ملکی بگیرید، مخمل باف بگیرید، دکتر علیرضا نوریزاده بگیرید، دکتر نوریعلا بگیرید، شکوه خود شما بگیرید، خود من حالا بقیه
یعنی کسی نیست، حتی چند آیت الله، آیت الله صدر، آیت الله معصومی تهرانی، همه امروز حضور دارن در همه زمین ها. باید این گونه باشه، ما نباید بگذاریم ایرانی تنها بمونه با غم‌های خودش، با گرفتاری ها و ستمی که متوجه اوست. الان یه مسئله دیگه که آقای میبودی من خیلی بهش توجه دارم، منفردزاده و اینا، بله حتما باید بیارم. بله باید باشه، ولی یه نکته رو میخوام بگم. شماری از شعرهایی که من و شما میشناسیمشون شاعران خوبی هم، مثلا شما پیروز راجع به اوجی حرف میزنید، بله. من باورم میشد اوجی 70 و چند سالش است، 78 اصلا باورم نمیشه. حمید جوان بود، حمید هنوز همون جوری تو خیابون زن میبینم، برمکی که تفلک رفت. آیا کسی احوال پرویز خایفی رو میپرسه؟ آخه پرویز میخوام بگم کسی احوال ابوالقاسم ایرانی رو میپرسه؟ کسی احوال سپانلو، مریض سپانلو، آخه نگران سپانلو هستیم. احمدرضا احمدی، احمدرضا، این آدما، بابا مردم به یادشون باشید، باید برید سراغشون، احوالشون برسید. شما وقتی هجوم میبرید کتابای سپانلو رو میخرید، میتونید چه تأثیری تو روحیه او داره. ایرانی اخیرا مجموعه شعرش رو داده بود بیرون، امیدوارم واقعا برید بخرید. و اینا از یک شاعر، از یک ادیب، نویسنده، تاریخ نویس چیکار میشه کرد؟ آدم یه دفعه به خودش میده دیگه باستانی پاریزی نداره، به خودش میده این منوچهر آتشی نیست دیگه. و اینا به نظر من واقعا تلخ و دردناکه. یه بخشی در ایران در گرفته بود در این فستیوال شعر، دکتر یدالله رویایی هم دعوت کردن، بله نرفت. ولی یه حرفی محمد علی بهمنی زده بود خیلی برای من جالب بود. محمد علی بهمنی میگفت آقا شما اگر نفی بکنید این واقعیت رو که نمیتونید انکار بکنید، رویایی یک نقطه مهم در شعر شما، اینو که نمیتونید انکار بکنید، حالا با نفی رویایی چی رو میخوایم بگین؟ در واقع شما دارید یه حرفی، اول انقلاب بچه های تلویزیون، جمشید چالنگی اومد به من گفت، یکی از این مدیرایی که اونجا گذاشته بودن، از این جوانک‌ها برداشته بود، یه حکم داده بود به یه مزغونچی، جناب آقای برادر حسین فلان، از این ساعت شما رو به سمت پرویز یا عقی منصوب کرد و داده بود به یارو. حالا میگم در ایران اینا فکر میگم مثلا میشه یارو میره جلو آقای خامنه‌ای یه شعر میخونه راجع به زن زلیلی، آقای خامنه‌ای هم سه تا بهبهم میگن میشه شاعر دربار. و متاسفانه شاعران بزرگ ما خانه نشینن، خاموش میشن، یادی ازشون، عماد خراسانی رفت، هیچ کس به یادش نبود. یعنی آدم واقعا دردناک. سیمین دانشور رفت، الان سیمین بانو واقعا مادر ایرانه، جایگاهی که این بانو داره ها، واقعا باید هر روز یاد او رو کرد، هر روز در تکریم و بزرگداشت او کوشید. زنی که در برابر قدرت ایستاد، با این ستفت قدرت در برابر اینا یک ذره عقب نشست. واقعا اینا درسته، ما روشنفکرهایی داشتیم که با نقش خودشون درست اجرا نکردن، بی‌مسئولیتی به خرج دادن، ولی خب نمیشه از حق گذشت که شما رو زیادی امروز روز در صحنه هستن، از جون مایه میگذرن و کارشون اثرگذاره. همه هر کس در حالا ایده خودش داره کارش انجام میده، از مسعود بهنود بگیرید در انگلیس که داره کارش انجام میده، نوری‌زاده امیدوارم سایه‌اش بلند باشه، هنوز سرپا، هنوز داره تلاش میکنه که کار اطلاع رسانی رو انجام بده به درستی و آگاه کنه هموطنان خودش رو. آقای احمد احرار هم تو که اشاره کردن، صدرالدین الهی، عباس پهلوان، بله. ولی تعداد زیاد نیستن، ولی خب همین که یکی از دوستان یهودی من رفته بود به ایران و برگشته بود، بله، اسمشون نمیتونم بگم، این خاطرات بسیار بدی داشت از دوره‌ای که در همدان زندگی میکرده با من عقل دیگه در قبل از انقلاب، بله. خیلی خاطراتش بد، یعنی چندان مثل که از مردم اینها دلخوشی نداشت، رفته برگشته بهش گفتم، گفت آقای میبودی همدان مردمش امروز مثل مردم سوئیس، انقدری که به اقلیت احترام میگذارن به خودشون نمیگذارن، ماها و باهایی ها رو بیشتر دوست دارن. امروز یه خرسی اصلا مردم رو ایرانی گرفته که برن این هموطنان دگراندیش مذهبی رو پیدا بکنن
بگن ما چیکار میتونیم برای شما بکنیم، ممکنه ما رو ببخشید از بابت حالا کوتاه آمدن، یا اینکه به هر حال باید وظیفه‌مون رو انجام میدادیم، انجام ندادیم درست، کارهایی کردیم که اسباب ناراحتی و نگرانی شما شده، از ما دچار دلرنجش شدیم. خلاص میگو عین مردم سوئیس، مردم چقدر خوشحال شدن. ببینید ایران متحول شده، مردم عوض شده. دقیقاً آقای کاک عبدالله مهتدی دبیرکل کمله تو برنامه بود با هم صحبت میکنیم، میگو آقا یه اتفاقی من بهتون بگم، تو کردستان روی عادات سنت ها فلان اینا، خب مردی و مردانگی اینا، گفت ورداشتن یکی از این زندانی ها رو سر چادر کردن برای که توهین بهش بود، تمام کردها چادر سر شدن اومدن تو خیابون. گفت معلمه رفته سر کلاس، شاگردش سرطان گرفته، شیمی درمانی موهاش ریخته، فردا معلمه سرش رو تیغ انداخته رفته بچه های دیگه هم زدن. اینا خیلی تغییر تو جامعه است. اینا این جامعه که اینا میخواستن بسازن با این چیزی که الان داریم میبینیم خیلی فرق داره. خیلی فرق داره. دکتر بنابراین میشه گفت که مردم ایران الان یک سر و گردن از بقیه مردم خوابن و شاید دنیا بالاتر. واقعا بالاتر. یه نکته جالبی براتون بگم، حالا خودش نیست، اقلا من منصف باشم. آقای اکبر گنجی اومد دفتر من، بعدش داشتم به اتفاق رفتیم مجله روزنامه شرق الاوسط. خب خیلی هم بچه‌ها اونجا استقبال کردن، چون در جریان اعتصاب غذاش من هر روز مطلب می‌نوشتم. نشست اونجا با سردبیر و بقیه صحبت می‌کردیم، گنجی حرفی زد، گفت الان هنوز این بهار عربی نشده، گفت الان اگه تو کشورهای شما آزادانه انتخابات برگزار بشه، همه تو میدین رژیم اسلامی انتخاب میکنی، ولی تو ایران برگزار بشه مردم رژیم سکولار انتخاب میکنی. خیلی جالب. یعنی فقط در ایرانه که الان اسلامی، البته الان به مرور تو جهان عرب هم دارن بیابرو میشن، همین دونه دونه دارن بیابرو میشن، ولی اهمیت بالاتر اینه که در ایران مردم به اون درجه از بلوغ و رشد فکری رسیدن، دیگه اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی تموم شد. واقعا یه نسلی شد در هزاره چون واقعا داره با این هزار سال جلو مدرنیتی با این با اینترنت. یعنی گفتی سکولاریسم، چون من خودم با بقیه دوستان که مبتکر این کار بودن صحبت کردم، اعتراضم رو گفتم، من نفهمیدم. من بذارم حکومتی در دنیا داریم که بگه ما جمهوری سکولار دموکراتیک هستیم، ما داریم هم چیزی؟ نه. اولا اگه میگیم دموکراسی سکولاریسم جزوش میشه، خب این اصرار در استفاده از یک مفهومی که این همه سوء تفاهم ایجاد کرده میکنه. درسته. یعنی همه باید تفاهم رو میکنن سکولاریسم، یعنی نظامی که اومده با دشمن با دشمنی کنه. ببین من این حرفی که به دوستان اقلیت‌های اقلیت نگم، به در واقع اقوام ایرانی میگم، بعضی وقت تو که اصرار میکنن کلمه ملیت رو برای خودشون به کار برن، میگم شما اصرارتون روی این کلمه برای چیه؟ برای اینکه حقوقتون تضمین بشه. وقتی در یه دموکراسی یه کرد سنی هم تونست به بالاترین مقام برسه، یه بلوچ و یه عرب ایرانی هم تونست برسه، یه آذربایجانی ایرانی، دیگه مشکلی نیست. وقتی شما تونستی رئیس جمهور، شما در عراق میدونید وحدت عراق تالا چی حفظ کرده؟ همین آقای طالبانی که رئیس جمهور. آفرین. در یه کشور عربی رئیس جمهورش یه کرده. و این نگه هدایت نگه داشت. و این در ایران هم ما روی الان افتاده در بیماری ما گرفتار همون پوست شدیم و مغز رو فراموش کردیم. یعنی گاهی اوقات اصرار روی واژگانی میکنیم که مسبب اختلافه، مسبب توهمه. همین الان این حرف خیلی دقیقی است. بسیاری از این روحانیون اینا میپرسن خب آقا شما که میگین سکولاریسم، فردا این امامه از سر ما برمیدین، ریش ما رو میزنین. منظورم اینه که کاملا حرف درسته. دموکراسی منشأ و مادر همه چیزه. آره. اگه دموکراسی در ایران باشه چه اشکالی داره؟ حتی یا آدم روحانی هم اگه خواست بخت آزمایی بکنه، نه با مقام دینیش. آقای عیاض جمال الدین روحانی نماینده مجلس عراق بود، گفت دم در مجلس قرآن رو میذارم، کتاب روح القوانی مونتسکیو رو هم دارم میرم تو. خیلی جالب. واسه یه خبر جالب بهتون بگم، حسین خمینی نوه آقای خمینی، نوه متمرد و شورشی، چند روز قبل در
درگذشت پسر آیت الله مرعشی حضور داشته ایشون بوده اونجا نشسته بوده یکی سخنرانی میکنه بعد این بلند میشه خب شدیداً حمله میکنه به رژیم و بعد میگه اینا آبروی مرجعیت رو بردن آبروی دین رو بردن حسین میگه حسین و خلاصه خیلی تند و تیز به گونه ای که خانواده مرعشی ترسشون میگیره میترسن میگن آقا بشین شما اجازه حرف زدن نداشتی خلاصه خیلی با سر و صدا حسین آقا بیاد بعد پنجشنبه بود پانل بسوی داشتیم تلفن زنگ زد دفتر شجره رو گفت یه نفر پشت خط رو زدم آقا حسین خمینی بود از خب بله ایشون می‌خواست رو برنامه عصبی حرف بزنه نصیحت گفت آقا بل کنم میان گرفتاری درست میکنن اینا و هیچی یه مشکل صحبت کردم به هم دیگه قانع شد که آره گفتم مدنت اصلا ممکنه چی کنه اینجا سوء تفاهم برای خود من میدونی گفتم نشسته میشه در خم آره ولی خیلی جالب بود که از واشنگتن زنگ زد با هم صحبت میگردیم آره جالبیه با رضا پهلوی رفت نشستم با هم با شاهزاده رضا پهلوی رفتم قشنگ با هم نشستم گپ و گفت و اتفاقا همون وقت آقای ایاز جمال الدین هم باهاش اومده بود و من نمیدونم وقتی این برگشت عراق چه شرایطی پیش اومد که پاشو رفت ایران بعد دوباره اومد گفت من کتاب فروشی و شمع فروشی رو ترجیح میدم به اونجا ولی باز برگشت من تا مادر بزرگش میگم اون خیلی مست گفته بود با آقای خامنه ای اگر مویی از سر نوام کم بشه من سر برهنه میام بیرون و اینه که کاری نداشتم آره خودش آدم خودش از اول هم غیر از این بود داریم میرسیم به تای برنامه ولی این داغ هنوز رو دل من مونده از این شخصیت به عنوان شخصیت کارآفرین یاد شد ما کمتر کسی داریم بعد از انقلاب بهش صفت کارآفرین این مهافرید هفده هزار کارمند کارگر یعنی اهل هر کدوم 4-5 شو داشته واقعا جریان چی آقای میگودی من نمیتونم بپذیرم که این توی این ماجرای 3000 میلیارد دست داشته ببینید مثلا 3000 ایشون قانونا 10 میلیون یورو پول داشته تو اروپا با برادرش وشتر رفته میاد ایران آقای خاتمی دعوت میکنه ایشون هم میره اتفاقا همون سفری بود منم آلمان بودم که گزارش میگم برای صدای آمریکا برای آلمان برای اینجا آقای خاتمی هم توی جلسه اومد تمام تجار ایرانی نشسته بودن یکیشون همون کسی بود که اومد در کیشون هتل بزرگ ساخت ایشون هم پاشو بله ایشون هم با برادرش اومد 10 میلیون یورو هم آوردن وقتی اومدن افتاد تو کار وام از بانک هم گرفت یک دونه وام قسطش هم عقب نیفتاد خود دادگاه هیچ بده همه کارا هم درست مال رشوه داد درشه اون تا ایشون یه نامه به آقای خامنه ای مینویسه و میگه تو زندان اینجا فشار به من زیاد آقای محسنی جی هم من پول میخواد و من پول ندارم بدم اگه اجازه بدید من در دادگاه خودم اسامی کسانی که رشوه بهشون دادم افشا میکنم و بلافاصله بعد از این 48 ساعت نکشید کشتنش خود محسنی اجری هم دستور کشتنش رو داد آقای میبودی یکی از فاسدترین آدمایی که تاریخ ایران دیده محسنی اجریه این برادران افراشته رو برد اهل کجا انقدر شکنجه شوند ایجان دیگه نزدیک اصفهانه انقدر این برادران شکنجه داد 36 واحد آپارتمان ازشون گرفت و الان و چیزو جزایر رو شهرامو از اونم پول گرفت از اونم گرفت الان بابک زنجانی رو داره شکنجه میده میگن 400 میلیون دلار ازش پول خواسته و این برادر مهافرید امیر خسروی رحم خیلی خیلی داره یکی یزدی عباسی عباسی یزدی یکی این اونم یکی فاضل خداداد فاضل خداداد تفلکا بابک زنجانی رو شما بابک رو الان دارن باهاش معامله میکنن معامله میکنن یعنی محسنی جزش 400 میلیون دلار پول خواسته که بده تا نجاتت بده محسنی اژه‌ای یک هیولایی است که عجیب آقای خامنه‌ای دهنکجی به ملت می‌کنه. پست‌ترین آدمو گذاشته دادستان کل ایران. قبلا هم سعید مرتضوی رو گذاشته. متأسفانه به هر حال من که سیر نمی‌شم. در کنار علیرضا میبودی در منزل آقای لیمونادی و نشستن و گپ زدن. خب ما 2-3 دقیقه هم هنوز وقت داریم آقای میبودی و حالش داری که شعر قشنگتو بخونی؟ یکی از شعراتون بود آره یکی از شعراتون بود عشق از آینه پرسید مرا میبینی پاسخش داد که نه چون چرا در دیگران باید دید در نگاه دیگران باید جست
در سلوک دیگران باید یافت. غم به سیمای کسی ریز بدانم که تو حلقه در چشم کسی کن که تو را بشناسم. غزلی در نگهی باش که معنات کنم. دیدنی نیستی جوهر جان، دیدنی شو که تماشا فقط کنم. ممنونم علی عزیزم. سپاسگزارم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق نازنینم علیرضا میبودی و علی لیمونادی عزیز، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. خداحافظ شما.